دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می‌کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می‌کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب سرزمین جاوید. ایراد دیگر این است که ارتش 1,000,000 نفری ایران به گفته یونانی ها اگر به ستون هایی تقسیم می شد که در هر ردیف آن ستون 10 نفر جا داشتند و آن ستون ها با قدم های سریع رژه حرکت می نمودن، برای عبور هر 10 نفر به طور متوسط 4 ثانیه وقت ضرورت دارد. برای عبور 1,000,000 نفر بیش از 4 شبانه روز وقت ضروری بود و چطور ارتش 1,000,000 نفری ایران توانست در 1 روز از آن معبر عبور نماید و افرادش تا آخرین نفر در باتلاق فرو بروند؟ سومین ایراد این است که بعد از اینکه بارانی تند بارید و سیلی عظیم در آن معبر جاری شد، سربازان یونانی چگونه توانستند که از طرف مغرب در آن معبر به سربازان ایرانی حمله ور شوند؟ چون اشکال باتلاق و سیلی که سبب محو سربازان ایرانی شد، لابد برای سربازان یونانی هم تولید اشکال می کرده و آنها نمی توانستن مانند موقعی که در یک زمین خشک پیکار می کردن به جنگن. اینک می پردازیم به دنباله جنگ ماراتون از قول یونانیان که در اقوال آنها هم اختلاف وجود دارد، ولی از آنجا به همه دنیا راه یافته و به طور کلی از این قرار است. ارتش ایران در بامداد وارد جلگه بئوتی گردید و چون 2 دیوار در شمال و جنوب آن ارتش وجود داشت، نمی توانست نه به طرف شمال برود و نه به سوی جنوب. وقتی قدری از ظهر گذشت، پیکارهای شدید بین سربازان یونانی که همه لباس فلزی در بر داشتند و سربازان ایران در گرفت. هنوز روز به انتها نرسیده بود که ارتش ایران در سرزمین بئوتی به کلی نابود گردید. آن وقت میلتیاد، فرمانده ارتش یونان، داوطلب خواست تا اینکه شخصی خبر آن پیروزی را به آتن ببرد و به اطلاع مجلس آتن برساند. از لحظه ای که ارتش ایران وارد سرزمین بئوتی نزدیک شهر ماراتون گردید، جلسه مجلس آتن تشکیل شد و نمایندگان ملت در آن مجلس تصمیم گرفتند که جلسه را ادامه دهند تا اینکه نتیجه جنگ معلوم گردد، و میلتیاد، فرمانده ارتش یونان، می دانست که جلسه مجلس آتن ادامه دارد. یک پسر جوان به اسم میلتیس که شبان بود، داوطلب شد که خبر پیروزی ارتش یونان را بر ارتش ایران به آتن برساند. میلتیاد چند کلمه روی یک قطعه تیماج نوشت و آن را چون تومار لوله کرد و به دست چوپان جوان داد. آن جوان شروع به دویدن کرد و از کوه پانتیلیکوس و جنگل و منطقه باطلاقی دیاکریا گذشت و وارد آتن شد و به سوی محلی که نمایندگان ملت در آنجا اجلاس کرده بودند رفت.
واضح است که وقتی چوپان جوان شروع به دویدن کرد، چون پایان روز بود به زودی هوا تاریک شد، ولی چشم تمام کسانی که جوان هستند و در صحرا زندگی می کنند در تاریکی شب می دید و با استفاده از نور ستارگان راه خود را در می یافت. جوان چوپان وارد مجلس آتن شد و توماری را که در دستش به رئیس مجلس داد و بانگ زد: پیروزی. و آنگاه بر زمین افتاد و دیگر بر نخاسی را بر اثر دوندگی بدون انقطاع به هلاکت رسیده بود. به قول یونانیان فقط داریوش با عده‌ای از گارد جاوید که مستحفظ او بودند توانست از منطقه بئوتی نزدیک شهر ماراتون جان به در ببرد. آن عده از مورخین یونانی که میگویند فرمانده قشون ایران مردونیوس بود میگویند که فقط مردونیوس توانست با معدودی از مستحفظین خود از میدان جنگ بگریزد و تمام افسران و سربازان ایرانی در ایالت بئوتی به هلاکت رسیدند و تلفات یونانیان در آن جنگ 192 نفر آتنی بود و 120 نفر از کشته شدگان ملل دیگر یونان. اگر ارتش ایران بعد از این که وارد منطقه بئوتی شد دارای 1,000,000 سرباز بود، چطور درصد بر نیامد که دیوار شمالی و جنوبی را خراب کند و خود را از آن منطقه باتلاقی خارج کند؟ و در صورتی که جنگ هم از بامداد تا پایان روز ادامه داشت و ارتش ایران برای ویران کردن دیوارها دارای فرصت کافی بود. یونانیان آن دیوار را با آهن نساخته بودند که ایرانیان نتوانند خراب کنند، چون خراب کردن آسان تر از ساختن است و در اندک مدت می توانستند شکافهایی در دیوارهای شمالی و جنوبی به وجود آورند و خود را از آن منطقه باتلاق و سیلاب نجات دهند. از شگفتی ها این است که ارتش 1,000,000 نفری ایران که به عقیده یونانیان با آن وضع شکست خورد اسیر نداد، در صورتی که وقتی یک ارتش دچار باتلاق و سیلاب می شود بر حسب قاعده باید بیش از ارتشی که در زمین خشک می جنگد اسیر دهد. اما میلتیاد فرمانده ارتش یونان نتوانست که از ارتش ایران اسیر بگیرد و از آن عجیب تر این که نتوانست غنایم جنگی به دست بیاورد. وقتی که یک قشون 1,000,000 از بین می رود، غنایم جنگی زیادی نصیب فاتح می شود. به فرض این که 500,000 سرباز ایرانی در باتلاق فرو رفته باشد و باز اسلحه و ساز و برگ جنگی 500,000 نفر دیگر نصیب یونانیان می شود. ضمن غنایمی که نصیب یونانیان شد، چیزی بود که تصور نمی کنیم خوانندگان بتوانند حدس بزنند چه بوده. لذا میگوییم که یک نقشه جغرافیا که روی صفحه ای از فلز نقش شده بود به دست یونانیان افتاد. میلتیاد بعد از اینکه آن نقشه را به آتن برد و به دانشمندان یونانی نشان داد، سبب حیرت همه شد، چون در آن نقشه شکل دنیا مدور کشیده شده بود. یونانیان در آن زمان شکل دنیا یعنی زمین را مسطح می‌کشیدند، چون تصور می‌کردند که زمین مسطح است. در نقشه‌های یونانی زمین به شکل مربع مستطیل نشان داده می‌شد که طول آن از شرق به غرب دو برابر عرضش از شمال به جنوب بود. حتی بعد از اینکه هکاتوس جهانگرد مشهور یونانی 10 سال در دنیا سیر و سیاحت کرد و بعد از مراجعت به کشور یونان از سال 510 تا سال 500 قبل از میلاد یک کتاب جغرافیا نوشت و نقشه ای زمیمه آن کتاب کرد و باز در آن نقشه زمین و دریاها مسطح کشیده شده بود. اما در نقشه ای که بعد از جنگ ماراتون از ایرانیان نصیب یونانیان شد، شکل سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را با دریاهای اطراف آن به طور مدور کشیده بودند. این موضوع خیلی حس کنجکاوی دانشمندان یونان را تحریک کرد. وجود آن نقشه در ارتش ایران دو چیز را به ثبوت می رساند. اول اینکه فنون جنگی در ایران طوری توسعه یافته بود که ارتش ایران مثل ارتش‌های امروز با نقشه حرکت می‌کرد.
البته نباید انتظار داشت نقشه ای که در 500 سال قبل از میلاد کشیده میشد به دقت نقشه های جغرافیایی امروز بوده، چون در آن دوره از عرض و طول جغرافیایی اطلاع نداشتند تا اینکه نقشه ها را با دقت بکشند. محاذا وجود نقشه جغرافیایی در ارتش ایران دلیل پیشرفت فنون نظامی و جنگی در آن عصر بوده. موضوع دوم که آن نقشه به ثبوت می‌رساند این است که ایرانیان با اینکه در آن موقع از وجود آمریکا بدون اطلاع بودند و عرض و طول جغرافیای ایران نمی‌شناختند، می‌دانستند که زمین مدور است و حدود سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا و دریاهای آن را مدور ترسیم می‌کردند. 150 سال بعد از جنگ ماراتون، یک جهانگرد بحرپیما از اهالی بندر مارسی واقع در جنوب فرانسه با کشتی عازم قطب شمال شد و می‌خواست خود را به انتهای شمالی زمین برساند. وی موفق نشد به قطب شمال واصل گردد، ولی در عوض جزیره گرو آیلند را کشف کرد و در نقطه ای از آن جزیره لنگر انداخت. وی بعد از مراجعت از آن سفر نقشه ای کشید که چهار طرف نقشه منحنی بود و گفت تصور می کنم که دنیا مدور باشد. محاذا دانشمندان آن عصر زمین را مسطح می دانستند و این مزیت مخصوص ایرانیان بود که در 5 قرن قبل از میلاد می دانستند که زمین مدور است. پیروزی یونانیان در ماراتون طوری ملل یونان را خوشحال کرد که مدت 50 روز در تمام کشورهای یونان جشن گرفتند. برای اولین بار در تاریخ یونان 200 تن از غلامان را به شکرانه آن پیروزی آزاد کردند و به آنها اهلیت یونان داده شد. جسد جوان چوپان را نزدیک شهر ماراتون کنار اجساد مقتول آتنی و سایر ملل یونان دفن کردند و بر مزار او بنای یادگاری ساختند و بعد از اینکه میلتیاد زندگی را بدرود گفت، جسد او را هم در نزدیکی شهر ماراتون دفن کردند و برایش بنای یادبود ساختند و امروز ابنیه مزبور نزدیک قریه ماراتون دیده می شود. جنگ ماراتون یک نتیجه دیگر هم به وجود آورد و آنکه ایرانیان که تا آن روز در نظر یونانیان وحشی شمرده می شدن مبدل به آدمی شدند. میلتیاد بعد از پیروزی یونان در جنگ ماراتون گفت: عاقبت ما فهمیدیم که ایرانیان هم آدمی هستند و می توان بر آنها غلبه کرد و این حرفی است که بعد از 2000 سال دیگر پل پنجم، یعنی پاپ و رئیس مذهب کاتولیکی که از سال 1566 تا سال 1572 میلادی پاپی کرد، بر زبان آورد. این بود شرح جنگ ماراتون آنطور که عقل و منطق نشان می‌دهد و آنطور که مورخین یونانی نوشته اند. عقل و منطق می‌گوید که جنگ ماراتون جنگی بوده از بین طلایه و جلوداران قشون ایران و ارتش یونان، چون از قلت تلفات ارتش یونان گذشته محال بود که داریوش یا داماد او مردونیوس بتواند یک قشون 1,000,000 را از قاره آسیا به یونان برسانند و در کشورهای یونان آذوقه آن قشون را تأمین کنند. از طرف دیگر اگر 1,000,000 سرباز ایرانی با تمام ساز و برگ جنگی آن در یونان از بین می رفت، داریوش شاید تا چندین سال دیگر نمی توانست از لحاظ نظامی و جنگی کمر راست کند، در صورتی که بلافاصله بعد از جنگ ماراتون داریوش آماده برای جنگی دیگر شد. تا وقتی که خطر ایرانیان وجود داشت، یونانی ها با هم دوست بودند و همین که خطر ایرانیان از بین رفت و آخرین سرباز ایرانی خاک یونان را ترک نمود، اختلافاتی که همواره بین ملل یونان بود تجدید گردید. همین که ایام جشن 50 روزه منقضی گردید، مقدونیه که در جنگ با ایرانیان بیش از ملل دیگر سرباز داده بود درخواست کرد که آتن و سایر کشورهای یونان خساراتی را که وی از لحاظ قشون کشی متحمل شده بپردازند.
آتن تصویب کرد غنایمی که از قشون ایران گرفته شده به مقدونیه داده شود، اما مقدونیه آن غنایم را در قبال خسارت خود خیلی کم می دانست و می گفت که ملل یونان باید خسارات او را با زر بپردازند. آتن گفت که مقدونیه وظیفه وطن پرستی خود را به انجام رسانیده و کسی که برای دفاع از میهن قیام می کند نباید ادعای خسارت نماید. اما مقدونیه گفت آتیک و اسپارت و سایر کشورهای یونان وطن ما نیست تا اینکه سربازان مقدونی برای دفاع از آنها جان فدا کنند و ملت مقدونیه متحمل خسارت گردد و طوری اختلاف شدت کرد که کشورهای یونانی که متحد آتیک بودند خود را برای جنگ با مقدونیه آماده کردند. ساختن کاخ شوش و حفر کانال داریوش. چون مسائل مربوط به اوضاع داخلی یونان مربوط به بحث ما نیست، از جنگ‌هایی که بعد از واقعه ماراتون بین خود یونانیان در گرفت صرف نظر می‌کنیم. پس از واقعه ماراتون دوران سلطنت داریوش اول شاهد وقایع مهم دیگری بود که از چشمگیرترین آنها ساختن کاخ شوش است. شماره ستونهای کاخ شوش 60 ستون بود و به ارتفاع ستونهایی که در تخت جمشید وجود داشتند و راجع به وسعت آن کاخ در کتب مورخین قدیم یونانی خیلی صحبت کرده اند. کاخ شوش دارای یک تالار عظیم بوده با 60 ستون و 500 اتاق در آن کاخ وجود داشته و دارای حیاط‌های متعدد بوده و چون اثری از آن کاخ باقی نمانده بود، مورخین معاصر اروپا کاخ داریوش را در شوش افسانه می‌پنداشتند. هیئت حفاری تاریخی فرانسوی که به ریاست ژان پرو در شوش حفاری میکرد به ثبوت رسانید که کاخ داریوش در شوش واقعیت داشته، چون توانست آثار آن کاخ را از زیر خاک بیرون بیاورد و از جمله پایه 60 ستون تالار بزرگ کاخ داریوش در شوش به دست آمد. و نیز کتیبه ای از طرف هیئت حفاری کشف شد که از طرف داریوش نوشته شده بود. آن کتیبه نشان می دهد که کاخ داریوش در شوش و کاخ پرسپولیس در فارس در یک موقع آغاز گردید. نکته ای دیگر که از آن کتیبه استنباط می شود این است که وقتی داریوش شروع به ساختن کاخ شوش کرد، پدر و پدر بزرگ او زنده بودند. کتیبه مزبور مثل تمام کتیبه های داریوش با جمله معروف منم داریوش شاه شاهان شاه این کشورها پسر ویشتاس به هخامنشی شروع می شود و آنگاه می گوید به یاری یزدان این بنا را می سازم که بعد از من برای کسانی که در این کشور سلطنت خواهند کرد باقی بماند و از آیندگان تقاضا می کنم هرگز در صدد تخریب این بنا بر نیایند. ژان پروی فرانسوی می گوید کاخ داریوش در شوش مثل کاخ پرسپولیس طوری محکم ساخته شد که اگر آن را ویران نمی کردن امروز مثل 25 قرن قبل از این یک عمارت نو به نظر می رسید. کاخ پرسپولیس هم اگر ویران نمی‌شد امروز مثل دوره داریوش اول عمارتی نو بود و می‌دانیم که پرسپولیس را اسکندر ویران کرد و به عقیده حفاران فرانسوی که کاخ شوش را کشف کرده اند آن کاخ نیز به دست اسکندر ویران شده. از این جهت سنگ‌های کاخ را نمی‌بینیم که تمام آنها را برای ساختن عمارات دیگر بردند. سنگ‌های عمارت پرسپولیس از این جهت باقی مانده که بعد از دوران اسکندر در دوران اشکانیان و ساسانیان ایرانی‌ها شهرت می‌دادند که آن عمارت یک آتشکده بزرگ بود و چون آتشکده نزد سلاطین و حکام مقدس بود از بردن سنگ‌های آن و کار گذاشتن در عمارات دیگر خودداری می‌کردند. در زمانهای بعد ایرانیان برای اینکه حکام بیگانه را مانع از بردن سنگهای کاخ پرسپولیس شوند گفتند که آنجا بارگاه و تخت سلیمان است و چون سلیمان نزد اعراب محترم بود لذا سنگهای پرسپولیس به جا مانده، وگرنه امروز در پرسپولیس هم مثل شوش یک قطعه سنگ پیدا نمی شد و از آن عمارت عظیم چیزی باقی نمی ماند.
داریوش اول بعد از این که خبر شکست خوردن قشون خود را در یونان شنید، تصمیم گرفت که مرتبه ای دیگر به یونان قشون بکشد. اما از مصر خبری وحشت آور رسید و داریوش اطلاع حاصل کرد که مصر مورد حمله سیاه‌پوستان قرار گرفته و آنها سکنه مصر را قتل عام کردند و دادافر فرمان روای کل مصر را که یک ایرانی بود به قتل رسانیدند. در کتاب عهد عتیق نوشته اند که مصر گاهی دچار بلا می شود و آب رودخانه نیل مبدل به خون می گردید و از آسمان وزغ می بارید. اما ننوشته اند بزرگترین بلایی که بر مصر وارد می آمد حمله سیاه پوستان بود. سیاه پوستان بارها چه در دوره سلطنت فراعنه و چه در موقعی که مصر جزو امپراتوری ایران بود و چه هنگامی که یونانی ها به اسم سلسله بطالسه در مصر سلطنت می کردن به آن کشور حمله می نمودن. سیاه پوستان از جنوب سرزمین کوش می آمدن و واضح است که سیاه پوستان وقتی از جنوب سرزمین کوش به راه می افتادن اول کشور کوش را مورد قتل و غارت قرار می دادن. سپس به مصر می رسیدن زیرا کوش قدیم و سودان امروزی در جنوب مصر است. آنها در طول شط نیل به قتل و غارت ادامه می دادن تا اینکه به شمال مصر می رسیدن. اگر در مصر نیرویی به وجود می آمد تا اینکه سیاه پوستان را از آنجا براند، سیاهان از همان راه که آمده بودند در طول شط نیل مراجعت می کردند و در غیر آن صورت در مصر می ماندند. در سطر تاریخ مصر یعنی در دوره ای که از سلسله اول فرعونها آغاز می شود، فراعنه آن کشور برای جلوگیری از هجوم سیاهان در جنوب کشور کوش دیوار می ساختند. سپس آزمودند که حتی دیوار نمیتواند مانع از تجاوز سیاهان شود، زیرا سیاه پوستان دیوار را دور میزدند و برای اینکه دیوار بتواند جلوی سیاه پوستان را بگیرد لازم اش این بود دیواری بسازند که یک سر آن در مشرق قاره آفریقا وصل به اقیانوس هند شود و سر دیگرش در مغرب قاره آفریقا وصل به اقیانوس اطلس. چون فراعنه مصر نمی توانستند یک چنان دیواری را بسازند، مصر باز مورد تهاجم سیاهان قرار می گرفت. هاوارد فاست آمریکایی در بیوگرافی حضرت موسی می نویسد که وی موقعی که در ارتش مصر خدمت می کرد از طرف فرعون مأمور گردید که به جنوب کشور کوش برود و سیاه‌پوستان را تنبیه نماید. وی رفت و آن مأموریت را به انجام رسانید. چون فراعنه مصر نمی توانستند که از تهاجم سیاهان جلوگیری نمایند، آنها را بعد از تهاجم تنبیه می کردند و معلوم است که تنبیه قبایل سیاه پوست جنوب کوش از طرف یک فرعون مصری چگونه بود. سیاه پوستان هم وقتی مصر را مورد تهاجم قرار می دادن، نه فقط مرد و زن را می کشتن، بلکه از قتل کودکان شیرخوار هم فرو گذاری نمی نمودن. موقعی که داریوش اول والی مصر بود، یک پادگان قوی مجهز به عرابه های جنگی در جنوب کوش نگاه می داشت که مانع از تهاجم سیاه پوستان شود. اما دادافر والی ایرانی مصر از آن احتیاط خودداری کرد و ناگهان مصر مورد تهاجم سیاه پوستان قرار گرفت. سیاه پوستان از راه شط نیل و خشکی به طرف شمال به راه افتادند و آنقدر جمعیت آنها زیاد بود که وقتی به جاهای کوچک می رسیدند تا آخرین حبه گندم و آخرین باقلا را می خوردند. در ادوار باستانی مناطق بزرگ کشاورزی مصر قسمت‌های شمال آن کشور بود و در جنوب مصر کشاورزی وسعت نداشت. در شمال مصر آنقدر گندم، جو و باقلا و پنبه کشت می‌شد که تمام کشورهای اطراف دریای مدیترانه که مجاور مصر بودند کمبود کاروبار خود را از مصر تأمین می‌کردند و در تمام آن کشورها برای تهیه لباس از پنبه و کتان مصری استفاده می‌شد. وقتی که سیاه پوستان به مناطق کشاورزی شمال مصر رسیدن، متوجه شدند که نباید انبارهای قله و جنوب را از بین ببرند.
چون خودشان گرسنه می‌ماندند، اما هر کس را که دیدند کشتند و دادافر حکمران کل مصر را هم مثل دیگران کشتند. مردم مصر با اینکه دانستند که سیاه پوستان تهاجم کرده اند نگریختند، در صورتی که سکنه کشورهای دیگر اگر نزدیک شدن آن خطر را احساس می کردند فرار را برقرار ترجیح می دادند. علت اینکه سکنه مصر فرار نکردند این بود که فکر می کردند اگر بگریزند و به جای دیگر بروند بدون قبر خواهند ماند و چند سال بعد از مردن مومیایی نخواهند شد. یک مصری در تمام عمر پسنداز می کرد تا اینکه قبری خریداری کند و جسدش بعد از مرگ مومیایی شود. چون مردم می ترسیدند که بدون قبر بمیرند و جسدشان مومیایی نشود می ماندند و کشته می شدند. اگر یک حاکم جدی و مدیر در آن کشور بود می توانست که از استقامت مردم استفاده کند و آنها را مقابل سیاهان مجهز کند. وقتی خبر حمله سیاه پوستان به مصر و اینکه کسی نبود که جلوی آنها را بگیرد به داریوش رسید و وی خیلی متأثر شد، زیرا او مدتی در مصر به سر برده و از وضع آنجا اطلاع داشت و می دانست که بر اثر حمله سیاه پوستان چه بر سر مردم مصر آمده است و گفت دادافر مردی نیکبخت بود که به دست سیاه پوستان به قتل رسید، وگرنه من او را طوری مجازات می کردم که برای تمام حکام باعث عبرت شود. موقعی که سیاهان به مصر حمله کردند در آن کشور مشغول حفر کانال داریوش بودند. گفتیم که کانال داریوش شط نیل را به دریای قلزم متصل می کرد و یکی از کارهای بسیار بزرگ داریوش به شمار می آید. اگر نقشه رودخانه نیل را در شمال مصر مقابل خود بگذاریم و مشاهده کنیم که بین شاخه شرقی آن رودخانه و دریای قلزم چقدر فاصله وجود دارد، متوجه می شویم که حتی امروز که کانال ها را با وسایل مکانیکی حفر می کنند، حفر کانال داریوش کاری آسان نیست، تا چه رسد به آن روز که وسایل حفر عبارت بود از کلنگ و بیل و خاک ها را بر پشت انسان یا بر پشت چهار پایان حمل می کردن و به جای دیگر می بردن. حفر کانال داریوش یکی از نقشه های بزرگ و اساسی پادشاه ایران به شمار می آمد. داریوش می دانست که آن کانال علاوه بر اینکه دارای فایده اقتصادی می باشد، دارای فایده استراتژیکی است و سبب می شود که ایران بتواند کشتی های جنگی متفرق خود را که در دریای شرق و غرب دارد در یک نقطه متمرکز کند و کشتی های بازرگانی را که از بنادر جنوبی ایران به حرکت در می آیند می توانند از راه آن کانال به تمام بنادر اروپا بروند. هجوم سیاه پوست به مصر علاوه بر آثار ناپسند دیگر سبب تعطیل کار حفر کانال داریوش نیز گردید، طوری وسایل رسانیدن خبر در قسمت‌های مختلف امپراتوری ایران سری بود که داریوش اول 6 روز بعد از رسیدن سیاه‌پوستان به شمال مصر از آن واقعه مطلع گردید. اگر مقرر بود که پادشاه ایران به توسط کاروانیان از آن تهاجم مطلع شود، 5 ماه و شاید 6 ماه طول می‌کشید تا اینکه از آن واقعه مزبور مطلع گردد و داریوش تصمیم گرفت که خود را به مصر برساند و قائله را رفع نماید. در همان اوقات که خبر وقایع مصر به اطلاع داریوش رسید، یک واقعه ناگوار دیگر هم برای داریوش اول اتفاق افتاد و آن این بود که پسر بزرگش آرتوبازان بر پدر شورید. تا سال 488 قبل از میلاد که کاخ شوش به اتمام رسید، داریوش اول ولیعهد خود را به طور رسمی تعیین نکرده بود و گرچه گاهی خشایار پسر کوچکش را در غیاب خود مأمور رسیدگی به امور کشور می کرد، اما آن جانشینی جنبه موقتی و غیر رسمی داشت. در سال 488 قبل از میلاد خشایار را که از بطن آتوس دختر کوروش به دنیا آمده بود ولیعهد رسمی کرد و از آن به بعد محقق شد که بعد از مرگ داریوش اول خشایار پادشاه ایران خواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که نفوذ آتوسا در داریوش اول و خدماتی که به او کرد تا اینکه به سلطنت رسید در تصمیم داریوش از لحاظ نسب خشایار به سمت ولیعهد رسمی ایران خیلی اثر داشته. داریوش با نسب خشایار به سمت ولیعهد پاداش خدمات برجسته مادرش آتوس را میداد. چون برای برکنار کردن آرتوبازان از مقام ولایت عهدی یک علت موجه وجود نداشت، داریوش گفت. چون آن پسر هنگامی به دنیا آمد که وی هنوز پادشاه نبوده و خشایار در دوران سلطنت او متولد شد و از آن گذشته مادرش دختر کوروش پادشاه اسبق ایران است، لذا او را به سمت ولیعهد انتخاب می نماید. آرتوبازان که در آن موقع ساتراف و به قول ایرانیان خشتر پاون در آذربایجان بود خیلی متأثر شد و تصمیم داریوش را ظلمی بزرگ نسبت به خود دانست. اگر داریوش اول در حال حیات نبود، آرتوبازان خود را پادشاه ایران می نامید. اما داریوش اول بزرگتر از آن بود که پسرش بتواند در زمان حیات وی خود را پادشاه ایران نامد و چون نمیتوانست آن تبعیض را تحمل کند از اطاعت پدر خارج گردید. دنیای کتاب صوتی.